اول سعی کنیم بفهمین تا فهمیده بشیم. آقا گذشته رو فراموش کنیم. فرض کن امروز روز دفن شماست. آدم‌های دور و برتون می‌خواید شما رو چه جوری بشناسن؟ زندگی که می‌خوایم بکنین رو ببینین. جوری شروع بکنین که انتهاش رو دیده باشین. اینا برنامه نویس برنامه زندگی خودتون هست. هر کدوم از ماها یه شمشیری تو زندگیمون داریم. مهم‌ترین نکته این شمشیر اینه که این شمشیر باید تیز بمونه. من باید حال خوب و وضعیت خوب ذهنی و وجودی خودم رو بتونم حفظ بکنم. هر اتفاقی که تو زندگیمون امروز داره میفته دوبار این اتفاق در حقیقت انجام شده. یه بار تو ذهن ما، بعد این رو تو دنیای فیزیکال پیاده سازی کردیم. حواستون باشه به دیوار اشتباهی تکیه ندین. آدم ها الگوهای ذهنی مختلفی دارن. این هیچ ایرادی نداره. خب سلام عرض میکنم، من نازنین دانشور هستم. امروز با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. 12 سال پیش بود که من برای اولین بار اومدم آلمان و احساس کردم که اونجور که باید شاید نمیتونم با آدم ها ارتباط بگیرم. یه دختر بسیار جوانی که اومده بود، از فضای فنی اومده بود، فضای ارتباطی فضای ضعیفی کلن بود و سعی کردم روی این مسئله کار بکنم. معرفی شدم به یه کتابی که توی اون بازه زمانی اون کتاب رو خوندم. امسال که دوباره داشتم مرور میکردم وضعیت خودم رو، احساس کردم یه نقاطی هست که مجددا باید بازبینی بشه و دوباره شروع کردم این کتاب رو خوندن، هم صوتی هم متنی این دفعه، و چندین و چند بار توی بخش مختلف و واقعا درک متفاوتی داشتم. این کتاب یکی از پرفروشترین کتاب‌های دنیا و یا کتاب‌های تاثیرگذار قرن 20 شناخته شده. انگلیسیش هست The 7 Habits of Highly Effective People و ترجمه فارسیش میشه 7 عادت مردمان بسیار تاثیرگذار. من فکر میکنم در جامعه‌ای که ما توش زندگی میکنیم که جامعه گروهی و اجتماعی هست، یکی از مهمترین خصوصیات انسان‌ها اینه که چجوری بتونن ارتباط برقرار بکنن و اون ارتباط موثری باشه و بتونن به نتیجه برسن. امروز راجع به اونها میخوایم صحبت کنیم که چی میشه، اصلا چه تأثیری داره. مطلب اصلی و پایه و اساسی ما آدم ها رو یه چیزی تشکیل میده، پارادایم های الگوهایی که باهاش بزرگ شدیم. الگوهای ما الگوهای ذهنی هستن که باعث میشه که ما نوع نگاهمون به یک مسئله متفاوت باشه با هم دیگه. مثالی میزنه داخل کتاب که مثال جالبی بود. میگه توی متروی یه آقای وارد میشه با چند تا بچه توی اسکار توی واگن متروی و بچه‌ها شروع میکنن شلوغ کردن. یه آدمی همش تو دلش فوش میده، میگه چه پدر بی‌مسئولیتی، چه فلانی، چه رفتار غلطیه، این همینطوری داره میگه. یهویی برمیگرده به پدر میگه آقا خیلی مرد نزیاد میگن، کاش بچه‌هاتون یه خود کنترل کنین، اعصابمون به هم ریخت و فلان و این داستانا. یهویی طرف برمیگرده میگه شما راست میگین، ببخشید این بچه‌ها چند سال قبل مادرشون رو از دست دادن و منم تمرکز درستی نداشتم. یهویی نوع نگاه طرف از یک نگاه تهاجمی تبدیل میشه به یه نگاه متفاوتی توی اون لحظه. توی کتاب اشاره میکنه ما آدم‌ها بر اساس شرایطی که به دنیا اومدیم نگاه‌های متفاوتی نسبت به مسائل مشابه رو تجربه میکنیم. مثال دارم میزنم، من از یه فرهنگی اومدم، از یه خانواده اومدم، از یه تربیتی اومدم، از یک سطح مالی، دانشی، تحصیلاتی، کشور و اینها رو بذاریم در کنار در حقیقت آدمی که از شرایط متفاوت اومده، پس بنابراین نوع نگاهش به مسائل متفاوت. یکی از مسائل مهمی که وجود داره و برای اینکه ما بتونیم عادت‌های درستی رو توی وجودمون ایجاد کنیم یا نگهداری بکنیم ازشون، نیاز داریم که ما پارادایم شیفت یا شیفت مسیر الگویی ذهنیمون رو داشته باشیم که بتونیم به سمت اتفاقات جدید بریم. اتفاقی که میفته زیاد توی این کتاب حداقل اشاره نمیکنه. من یه کتابی از آنتونی رابینز خونده بودم که اونجا هم اشاره میکنه، میگه که دوباره الگوهای ذهنی آدم ها، حالا اون میگه به دوتا، یعنی کووی توی کتابش میگه که به اکسپریانس و تجربه آدم ها ربط داره، آنتونی رابینز میگه به دوتا مسئله ربط داره، یکی به تجربه های قبلی و مسیری که آدم ها اومدن به هم ارتباط پیدا میکنه، یکی هم به مدل در حقیقت ذهنی یا اون بحث نوروساینسی داخل مغز آدم ها ارتباط پیدا میکنه. کاری نداریم، اما جفتشون به این جنبندی میرسن که برای اینکه آدم ها شیفت الگوی ذهنی داشته باشن معمولا این تو تناقضات و بحران ها خیلی اتفاق میفته. مثال دیگری هست، حالا از جای دیگه میخونم. مثلا فرض بکنین که
شما دارین رانندگی میکنین، یک ماشینی میاد میزنه آینه بغل ماشین شما رو میبره، قاعدتا همه عصبانی میشیم، شروع میکنیم فحش دادن، دنبال یارو میافتن، حالا هر کسی به نسبت قاطی بودنش قاطی رفتاری و خرجنه. شما میرین میبینین ماشینه زد جلو، میرین کنار دستش که شروع کنیم به ماشینه فحش دادن و دعوا کردن و بالاخره مسئله تون رو حل بکنیم، میبینین یه خانم بارداری اونجا در حقیقت داره وضع هم میکنه و اونقدر کنترل نداشته و یه هویش دوباره الگوی نگاه شما به یک مسئله مشابه تبدیل میشه به یه چیز دیگری. بنابراین یکی از مسیرهایی که احتمالاً خیلی همون تجربه کردیم، اتفاقاتی توی زندگیمون افتاده که منجر به این شده که الگوی ذهنی ما کاملاً تغییر بکنه و شیفت بکنه. این رو بذاریم در کنار این که بحث پرینسیپل یا اصولهای رفتاری زندگی آدم‌ها خیلی متفاوت هست و اصولها پایه و اساس مسائل زندگی هستن. راجبش خیلی صحبت خواهیم کرد که اصلا اصول یعنی چی، چه چیزهایی رو باید تعریف کنیم، چه چیزهایی خواهد بود که اینها پایه و اساس، باز میگم، ریشه های ارتباط ما با بقیه رو شکل میدن. یک بخش دیگری از کتاب که مهمه میگه انسان‌ها وقتی به دنیا میان سه مرحله تو زندگیشون طی میکنن و بهش میگه خط پختگی یا بلوغ. مرحله اول تحت عنوان دیپندنت هست، مرحله دوم ایندیپندنت میشن آدم ها و مرحله سوم اینتردیپندنت میشن. توی دیپندنت یا وابسته بودن سر صحبت بیشتر اینه که آدم ها از طرف مقابل انتظار دارن، این بازی در مورد نفر مقابل، در مورد توه، مثل یک بچه ای که از مادرش انتظار داره این کارو بکنه، این رفتار بکنه، چرا این کارو برام نکردی، چرا اینطوری نکردی، چرا اونطوری نکردی، و این همش انتظار در حقیقت از طرف مقابل. وقتی که آدم ها مستقل میشن یا ایندیپندنت میشن، اصطلاحا رفتارهایی رو تو خودشون رشد دادن که تبدیل به اون استقلال شده، بیشتر به خودشون نگاه میکنن و این من توشون بزرگ میشه و منه باعث میشه که یک سری رفتارهایی رقم بخوره، چه در ارتباط با خودشون چه با ارتباط با بقیه. و مرحله نهایی بلوغ اینتردیپندنته، یعنی وابستگی به هم، یعنی من و تو کنار هم دیگه، که باز صورت مسئله اینه انسان ها تو مسیر بلوغ، که من اینو در مورد خودم فکر میکردم، میدیدم حالا به صورت خیلی شاید بی ربطی توی ویدیوی مربوط به وقتی 30 سالم بود اینو توضیح دادم که توی بازی زمانی قاعدتا وقتی بچه ایمون بخش طرف مقابل خیلی بزرگه، وقتی شاید به جوونی میرسیم که منم مثال خودم رو اونجا زدم، بخش من خیلی بزرگ بود، این منه، چون احساس میکردم استقلال پیدا کردم و این معنا رو میخواستم توی ارتباطم با بقیه خیلی پررنگ نشون بدم. و از یه بازی زمانی که شاید من الان اونجا باشم و امیدوارم که اونجا باشم، اون بحث وابستگی به همه و در ارتباط با همدیگه شروع میکنی سعی کردم اینکه این ارتباط مؤثر تعلق پذیرانه بین طرفین رو تقویت بکنی. وارد در حقیقت رفتارها خواهیم شد، اما قبل از اون کتاب راجع به یه کانسپتی صحبت میکنه، بهش میگه emotional bank accounts، میگه یک سری حساب‌های شاید بانکی احساساتی یا عاطفی بین آدم‌ها وجود داره. یعنی شما وقتی که با من یک ارتباطی برقرار میکنین، با هر کسی دیگه ارتباط برقرار میکنین، این یک حساب بانکی پیش من شما باز کردین، من یه حساب بانکی پیش شما باز کردم و مدامن از این حساب یا بهش پرداخت میکنم یا ازش برداشت میکنم. مثال هایی که میزنه برای در حقیقت شاید پرداخت و برداشت کردن، میگه یه سری کارها وجود داره. مثال اولش یا در حقیقت کانسپت اولش small act of kindness، یعنی اینکه کارهای کوچکی که ما برای مهربونی انجام میدیم، مثلا از یکی تشکر میکنیم، میگیم چقدر قشنگ شدی، چقدر تلاش کردی، چقدر این کارو کردی، مرسی ازت، و بعد چیزهای کوچیکی، یه کادو کوچیکی براش میخوایم، چیزهای کوچیکی که باعث میشه توی ذهن اون آدم اصطلاحا ما اون حساب بانکیمون رو شارژ میکنیم. اکشن دومی که در حقیقت توی بحث حسابای بانکی وجود داره بحث گلدن روله، میگه حالا من یادم توی کتابای دینی ما میام چیزی در حقیقت تدریس میکردن، قانون طلایی اینه که کاری که خودت واسه خودت دوست نداری برای بقیه هم دوست نداشته باشن انجام بده. قانون سومش میگه عذرخواهی کن به عنوان اولین نفر، حتی اگر مطمئن نیستی که ایراد از تو، یا حتی اگر مطمئنی که ایراد از تو نیست، ببخشید. یعنی اینکه در هر مواجهه‌ای و در هر تعارضی آدمی باشه که اول از همه عذرخواهی میکنه و این دوباره باعث میشه که اون حساب بانکی شارژ بشه.
ماجرای بعدی میگه clarify expectation، انتظارات رو شفاف بکنین. خیلی وقتا مسائلی که برای ما پیش میاد از سوء تفاهم مشخص نکردن انتظارات بین طرفین، بنابراین انتظارات رو برای طرفین شفاف بکنین. این خودش باعث بالانس شدن اون حسابای بانکی میشه. تعهداتت رو حفظ بکن و اگر تعهدی دادی سر جاش باش. خیلی راجع به تعهدات تو ویدیوهای مختلف صحبت کردم. اگه با یکی قرار میذارین به موقع سر اون قرار باشین، حضور داشته باشین، چیزی رو قرار تحویل بدین تحویل بدین، اون آدمه رو اصطلاحاً به خودتون امیدوار بکنین، به اعتمادش رو جلب بکنین و تعهد اون حرمت کلامتون رو به اون طرف مقابل حفظ بکنین. ماجرای بعدی اینه که غیبت نکنین. غیبت نکنین، پشت سر بقیه غیبت نکنین، پشت سر هر کسی غیبت نکنین و فضایی که غیبت توش جاریه هم توش حضور نداشته باشین. باز اینها در حقیقت اون اموشنال یا مسائل عاطفی هست که توی ذهن آدم اون حساب بانکی رو تحت تاثیر قرار میده. آدمی نباشین وسط این بازی باشه. اینو تاکید میکنم بخاطر این باز احساس میکنم تو ایران جاریه. یکی از بخشای شاید تفریحی ما اینه که بشینیم بالاخره یه موضوعی راجع به یکی پیدا کنیم و درازش کنیم وسط و بالاخره سر خودمون رو گرم کنیم. غلطه، از پای غلط و تاثیرای خیلی زیادی داره که شاید ما تو اون لحظه نمیبینیم. و در نهایت میگه بازخورد افکتیو و کارساز بدین. راجع به بازخورد و فیدبک دادن توی ویدیو دیگه مفصل صحبت کردیم. پیشنهادم اینه اگر ندیدین حتما اونو ببینین. اما دادن بازخورد مناسب و سازنده یکی از مسائل اساسی در حقیقت دوباره حفظ اون فضای عاطفی توی ذهن آدم های دیگه است. این هم به عنوان یکی از فاندامنتال های دیگه. پس ما تا الان دوتا موضوع رو رفتیم، دوتا موضوع اساسی. یکی بحث الگوهای ذهنیمون رو حواسمون بهش باشه. اگر تا موقعی که شیفت الگوی ذهنی نداشته باشیم و نوع نگاهمون به مسائل رو تغییر ندیم، منجر به تغییر رفتارمون نمیشه. و در نهایت حواسمون به حسابهای بانکی عاطفی توی ذهن آدمها، اتفاقات و ارتباطاتمون باشه. راجع به بحث الگوها صحبت خیلی مفصل میشه کرد، اما من واقعا تصمیم گرفتم که این ویدیو رو کوتاه‌تر بکنم، واسه خاطر همین ازش میگذرم. نظرم مفصل‌تر هم در خود کتاب میتونید مطالعه بکنید، هم در واقع تو اینترنت کلی مطلب راجع بهش هست. میخوام برسیم به هفت رفتار مشخص یا عادت مشخصی که توی کتابش اشاره شده. خیلی جالبه، من اول یه چیزی به شما بگم. خیلی از این عادت‌ها رو ما میدونیم، اینا عادت‌های عجیبی نیستند که به گوش ما نرسیده باشن، اما عادت‌های سختی برای پیاده‌سازی و نگه داشتن اون پیاده‌سازی. عادت اول بحث پرواکتیو بودنه. یعنی من فکر میکنم باز توی ویدیو دیگه مفصل راجع به این صحبت کرده بودیم. یعنی توی مسائل شما فعالانه مشارکت داشته باشین، یعنی نفر اولی باشین که همیشه اون وسط حضور داره. به این باید هممون به این جنبندی رسیده باشیم. آقا زندگی ما دوست داشته باشین دوست نداشته باشین، نتیجه انتخابات و ارزش‌هایی که ما تو زندگیمون داریم. من باز تکرار میکنم، این جمله خیلی مهمه. دوست داشته باشین دوست نداشته باشین، زندگی که ما داریم میکنیم محصول ارزش‌ها و انتخاب‌هایی که ما کردیم و نه احساسات و شرایطی که توی زندگیمون. این یک واقعیت دردناکه که اکثر ماها ترجیح میدیم که هر چیزی که داخلش هستیم رو بندازیم گردن محیط اطرافمون و احساسات و اتفاقات و حواشی. اما واقعیتش این نیست. و عادت اول که امروز راجع بهش صحبت میکنیم اینه که پرواکتیو بودن، یعنی به نوعی اون سرفس یا ریسمان کار رو در دست گرفتن، مسئله اصلی این کتابه و مسئله اصلی یکی از عادتهای اصلی آدم هست. مسئله که وجود داره میگه شما قدرت اساسی و سازنده پشت زندگی خودتون هستین. شما توی جایگاه راننده این ماشین نشستین. شما برنامه نویس برنامه زندگی خودتون هستین. و بهترین راه برای دیدن آینده خودتون ساختن اون آینده است. یادتون باشه جایی نشینین که مسائل مهم زندگیتون شهید حواشی زندگی دیگه زندگیتون بشه. و در نهایت بازی طلبکار بودن رو بازی نکنیم. بازی بقیه رو مقصر دونستن رو بازی نکنیم. این بازی شما رو کاملا میبره توی حاشیه. اگر توی این فضا هستین ازتون خواهش میکنم یک بار تو ذهنتون ببندین. اونقدر زن باشین، اونقدر مرد باشین که صاف وایسین. هر
گندی، هر اتفاقی مثبت، منفی، هر چیزی که بود رو به گردن بگیرن. یه مثالی از خودم میزنم، من دیروز جلسه تراپیم بود سر یک مسئله خیلی تشکر خانم دکتر محبت داشتن، میگفتن تو مسئله رو خودت حل کردی و من بلافاصله برگشتم گفتم نه، کمک شما بود که باعث شد این مسئله حل شه. و یه تذکر خوبی به من داد، نازنین یادت باشه جایی که حتی یک موفقیتی به دست آورده اونقدر زن باش که به گردن بگیری. حتی من در اون در تله شخصی خودم هم داشتم اون رو میبردم سمت طرف، میگفتم نه کمک تو بود من تونستم اون کارو بکنم، نه میتونم چه در مسائل منفی چه در مسائل مثبت اون رو گردن بگم، بگم آره من بودم، من انجام دادم. و صورت مسئله مهم گردن گرفتن اینه که شما خودتون رو مسئول زندگی خودتون میدونید، فرمون دست خودتون میدونید، اینو به شما نباید کم رنگ بکنید. در مقابل آدم‌های پرواکتیو هم آدم‌های ریاکتیو داریم. یعنی می‌خوام یه مثالی از شرایط ایران بزنم. اول اینو تمومش بکنم. آدم‌های ریاکتیو آدم‌هایی هستن که اسیر احساساتن. اصلا همش این بالا پایین بالا پایین و با شرایط محیطی اینا رو می‌کوبونه تو دیوار، می‌بره تو ساحل، می‌بره تو دریا، می‌کوبونه به صخره. اصلا سخته باهاشون کار کردن، باهاشون زندگی خودشون برای خودشون زندگی خیلی سخت‌تر می‌کنه. یه مثالی از شهید ایران بزنم. شهید ایران هممون می‌دونیم. من نمی‌خوام وارد فضاش بشم. سختی‌های بسیار زیادی رو هممون داریم تحمل می‌کنیم. فرض کنین من تا 7 8 ماه پیش آدم بودم که باید در اون شرایط زندگی میکنم، به هر دلیلی شرایط زندگیم شرایط دقیقا تغییر محیطی رو نمیتونستم داشته باشم، که باز راجبه اینو مفصل تر صحبت کنیم. دو مدل نگاه هست. یه نگاه شاید آدم های ریاکتیو زندگیمونه، یا آدم هایی که شاید پرواکتیو دیگه کاری نمیتونم بکنم. معمولا اینا رو تو آدم های سن دقیقا مسن بیشتر میبینیم، که آقا طرف بالاخره قرعه رو میزنه، یه شکایتی میکنه، یه سری آدم ها اصلا میان که حال شرایط اینطوری، بالاخره من از یه گوشه از یک جایی میتونم یک اتفاقی رو رقم بزنم، اون چیزی که سهم منه، اون چیزی که توان منه، من حتما انجام میدم. این تفاوت تقریبا بین آدم ریاکتیو و پرواکتیو. مسئولیت کارهاتون رو بپذیرین. من یه نکته‌ای که ازتون خواهش میکنم، در کنار مسئولیت پذیری، آقا گذشته رو فراموش کنین. ای آدم هایی که در گذشته سیر میکنین، گذشته رو فراموش کنین. گذشته نه برای شما نون میشه، نه آب میشه، نه کمکی میکنه. فراموش کردن من به معنای این نیست درساشو فراموش بکنیم، نه درساشو ما هیچ موقع فراموش نمی‌کنیم، اما تو این کارو کردی. اون آقا بگذرین گذشته که از بزرگترین خصوصیات یک انسان برای ساختن آینده. آدمی که اسیر بدبختی و گرفتاری و اتفاقات گذشتهش میمونه همیشه با اون بند اسارت بقیه زندگیش کشیده میشه و ما نمیخوایم اون آدمه باشیم. و یک مسئله‌ای که وجود داره و مهمه که بهش دقت کنیم، مهمترین قدرتی که دست ماست قدرت انتخابه. تمام روزهای ما توی پادکست با میترا راجع به این من یه اشاره کردم، تمام روزهای ما در این انتخابات میگذره و ما مسئله اونجا مهره سفید و سیاهه، اینجا مسئله انتخاباته و اون انتخاب کردن قدرت دست من شماست. اگر این انتخاب غلطی میکنی مسئولیتش با منه و من این کار رو میکنم و پاشم وای میستم. انتخاب درستی هم میکنم میتونم زندگیمو بسازم. و این قدرت انتخاب شماست که نوع نگاهتون به مسیر آینده رو میسازه. و دقت بکنین بین یک چیزی که توی زندگی محرکمون هست و بین چیزی که پاسخ میدیم، یعنی پاسخی که به اون محرکه میاد، یک چیز اساسی وجود داره و باز همون قدرت انتخاب ماست. که یادمون نره قدرت انتخاب ابزاری که در هر لحظه میتونه مسیر زندگی ما رو کامل تغییر بده و این قدرت دست هیچ کسی نیست. به خاطر همین هم هست که بحث گرفتن مسئولیت در کنار داشتن اختیارات بسیار مهمه. شما اختیار کارتون رو دارین، پس مسئولیتش رو هم در کنارش بپذیرید. یه مسئله که برام خیلی جالب بود و به بحث ایرانم برمیگرده، ببینید دو تا دایره تعریف میکنه. من دایره سیرکل اف اینفلوئنس و سیرکل اف کانسرن، میگه ما یک دایره در زندگیمون وجود داره که اینها رو میتونیم تحت تاثیر قرار بدیم. یه دایره در زندگیمون وجود داره که دایره ای که ما در موردش دغدغه داریم، نگرانیم. مثال میزنه سیرکل آف کانسرن یا دایره یا اون محدوده دغدغه‌ای ما میشه چیزهایی که معمولا فاکتورهای بیرونی دارن، در اختیار ما نیستن، مثل سیاست، مثل کرونا، مثل چه میدونم هوا، مثل آدمها، مثل. و اون تیکه‌ای که ما در حقیقت دایره
یا محدوده تأثیر گذاریمون هست به درون خودمون برمیگرده، به حالمون، به شرایط فیزیکیمون، به شرایط ذهنیمون، به انگیزه هامون، به اصولمون، به تمام چیزهایی که شاید حتی ورک لایف بالانسمون، تعادل بین زندگی و کارمون و همه چیزهایی که منم، من تحت اختیار منم، من میتونم تاثیر بذارم. یه مسئله که وجود داره، اینو باز بارها تکرار کردیم بچه‌ها، ما در مورد مسئله بیرونی متاسفانه یا خوشبختانه نمیتونیم کاری بکنیم. اکثر ماها توی شبکه‌های خبری هستیم، تو اینجا هستیم، تو نمیدونم توی سوشال مدیاها که مفصل هستیم، توی توییتر هستیم، تو این هستیم، تا جایی که میتونید چیزهایی که باعث میشه این دایره دغدغه‌مندی شما هی چیزایی توش قلقل بکنه، لطفاً اونا رو قطع کنیم و صادقانه هممون گرایش داریم به اون سمت بریم. چرا؟ چون میگیم که اون دغدغه اتفاقات میفته دیگه. همه هم میدونن که نازنین هیچ کار است در این که الان آمریکا حمله کرده، حوثی‌ها رو اونجا زده. اما بعد چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم یه سری بهونه‌ها برای بدبختی و زندگی و شرایط خودمون و و و و و اون مسئولیت پذیری قبلی رو از بین میبریم. در صورتی که اصلا مسائل سیاست، هوا، آدم‌ها، این اون اصلا مسئله من نیست. من نمیتونم کاری بکنم. چیزی که نمیتونم تغییر بدم برش کنیم. یه جمله معروفی از همه میگن، نمیدونم خدایا به من توانمندی بده که آنجا نمیتوانم تغییر دهم، قبول بکنم یا ببخشم یا هر چیزی که هست. من از شما خواهش میکنم که توی این فضایی که هستین اینو بیشتر تمرین کنید. من خودم خیلی تمرین کنم و خیلی صادقانه فراغ بال و اعصاب و روان در حقیقت راحت تری دارم، فکر کنم از یکی دو سال پیش این کار رو شروع کردم. میرسیم به عادت دوم. من یه نکته رو به شما بگم، من آخر ویدیو هم اینها رو جمع‌بندی خواهم کرد، خود کتاب هم به این صورته. توی تک تک عادت‌ها میخواد که ما بنویسیم تجربه، اگر توی این عادت داریم حتما بنویسیم. از شما خواهشم اینه، هر کدوم از این عادت‌ها تموم میشه، اگر نکته‌ای برداشتین، اگر تو ذهنتون مون، حتما لطفاً توی کامنت‌ها بنویسیم و به اون عادت هم اشاره بکنید. مطالبی که اونجا نوشته میشه من میبینم آدم‌ها میخونن، آدم‌ها، اولا من شخصا خودم میخونم و بسیار ازتون ممنونم، آدم ها میخونن و یاد میگیرن و من میخوام این فضا فضایی باشه که ما به هم دیگه در مورد تجربیات خودمون کمک کنیم. هیچ چیزی ارزشمندتر از این نیست و من هم اینجا کاری غیر از این انجام نمیدم. عادت دوم، جوری شروع کنین که آخر یا مرحله آخر رو مد نظر داشته باشین. یعنی چی؟ نمیدونم شما، من یه پستی تو اینستاگرام گذاشته بودم و یک مثالی بود موقعی که داشتم این کتاب رو میخوندم، که توی اون مثاله میگه فرض کن امروز روز دفن شماست، امروز تموم شده، بازی شما توی این دنیا تموم شده، آدم‌های دور و برتون میخواین که از شما چی به یادگار داشته باشن، شما رو چه جوری بشناسن. خیلی از ویدیوها رو ما دیدیم هیچ کدوم از اون آدمایی که توی تخته در حقیقت مرگ بودن یا هر چیز، اولا من یه خواهشی می‌کنم لطفا مثلا احساسی نکنین، هیچ کسی خدای نکرده دلش نمیخواد کسی فوت بکنه، نه شما نه من، اما ته این بازی یه روزی برای هممون میرسه، پس امروز باید اگر داریم زندگی میکنیم باید ته خط رو نگاه بکنیم. خیلی از در واقع ویدیوها رو دیدیم آدم‌هایی که روی تخت مرگ بودن، یک سری در حقیقت انتظارات داشتن، برمیگشتن، یک نگاه‌هایی به زندگیشون مینداختن. صورت مسئله در حقیقت این عادت اینه که توی مرحله قبلی گفتیم شما برنامه‌نویس زندگیتون هستین. اینجا الان می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم که خب پس برنامه رو بنویسیم. مهم اینه که ما زندگی کس دیگر رو زندگی نکنیم و رهبری زندگی خودمون رو بر عهده بگیریم. طرف مقابل این چیه؟ آدم هایی که تو مسیر زندگی هستن. من قبلا هم گفتم ما چند دسته آدم داریم، آدم هایی که فرمان زندگیشون دستشون میگیرن، آدم هایی که نجات پیدا میکنن. نجات پیدا میکنن کیا هستن؟ همونایی که تو مسیر زندگی ادامه مسیر میدن، زندگی اون آدم ها رو میبره. و متاسفانه و مسئله غم انگیز اینه که اکثر آدم ها همونجا قرار گرفتن، آدم هایی که سیل زندگی میبرتشون و نمیفهمن که چه اتفاقی گذشت، نه هدفی داشتن نه برنامه‌ای داشتن و همیشه داشتن روی برنامه زندگی آدم های دیگه حرکت میکردن. اساس در حقیقت این عادت اینه که اگر ما یادمون بیاد که یک روزی مراسم ختم نازنین دانشور خواهد بود، آدم ها کنار همدیگه جمع میشن، یه ذهنیتی از من دارم، من دلم میخواد همسرم راجع به من چی بگه، پدر مادرم چی بگن، دخترم چی بگن، دوستام چی بگن،
همکارای شرکت هم چی بگن. اگر این رو امروز بهش فکر بکنم، این منجر به یک خروجی میشه که ارزش‌ها و اصول زندگی من رو پایه‌گذاری میکنه و این بسیار بسیار مهمه که حالا صورت مسئله بعدی در حقیقت در مورد نحوه پیاده سازی اونها خواهیم رفت. اما یادتون باشه بچه‌ها، ما هر اتفاقی که تو زندگیمون امروز داره میفته دوبار این اتفاق در حقیقت انجام شده. یه بار تو ذهن ما اصلا دیدیم، فکر کردیم، قدرت ذهنیمون اونجا بوده و بعد این رو تو دنیای فیزیکال پیاده سازی کردیم. امروز اگر میخوایم شروع بکنیم، خودش اشاره میکنه به پرسونال میشن استیتمنت یا در حقیقت نوشته هدف گذاری شخصی. فکر کنم درست ترجمه، یعنی خوب ترجمه نکردم، یعنی داکیومنت یا مستندی که هدفهای شخصی شما رو مشخص کنه. میگه توی این داکیومنته ارزشهایی که باهاش زندگی میکنین رو بنویسین، الگوهایی که دلتون میخواد، چیزی که نازنین میخواد باشه یا شما میخواین باشین رو توی اون مطلبه بنویسین و بنویسین که مسائل اصلی و اساسی زندگیتون توی برای زندگی کردن چیه. من خاطرم هست یه بنده خدایی رو اینجا دیده بودم، بعدم فهم نمی کارآفرین بسیار موفق، تو جلسه دوم سوم بود، گفتش که من یه هدفی از زندگیم دارم، میخوای یه ورژنش رو چاپ کنم به تو هم بدم. خیلی علاقمند شدم، اصلا اون موقع نمیدونستم راجع به چی حرف زدن. یه کاغذ دو صفحه چاپ کرد به من داد، من آوردم خونه خوندم و نوشته اصلا به چی زنده است و اگر زنده است میخواد چه چیزایی رو تجربه کنه. و این یک هدفی میداد به من که به دایره دوستای اون آدم وارد شده بودم و قاعدتا به همسرش میداد، به دور و بریاش میداد، به هر کسی که است. پس بنویسین. توی کتاب اشاره میکنه آقای کوبی، میگه من حتی این در حقیقت برنامه ها رو توی خونمون چاپ کردیم، به دیوار زدیم که هر کسی هم که با ما در ارتباطه بتونه اون رو ببینه. و مسئله هم که وجود داره، این برنامه کار یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه نیست، ماها، هفته ها ممکنه طول بکشه و مسئله اساسیش اینه که مدام بازبینی خواهد شد و بهبود پیدا خواهد کرد. پس و یک جمله معروفی توی کتاب هست که میگه حواستون باشه به دیوار اشتباهی تکیه ندین. دیوار اشتباه هم منظورش اهداف و ارزش های اشتباهیه. اگر شما این رو برای خودتون مشخص نکنین که از زندگیتون چی میخواین، مطمئن باشین اتفاقی که میفته احتمالا یه چیزهایی رو زندگی میکنین که شاید با بخش جدیش موافق نباشید. حالا باز یه مثال دیگه از یه رفیق دیگه میزم، اونم دوره کارآفرینی خیلی موفقی تو آلمان، برگشت روز نمیدونم کی بود هم میگردیم، گفت ببین من زندگیمو روی یه چیزی دارم بهینه میکنم. گفتم روی چی بهینه میکنی؟ گفت من به تعداد لبخندهایی که در طی روز میزنم زندگیمو بهینه میکنم و این بزرگترین اتفاق زندگی منه و هر چیزی پیرو اینه و دلم میخواد توی روزی که این بازی تموم شد من بگم مکس تو زندگی کردی و من تونستم بهترین حالت رو برای بهینه کردن این KPI زندگیم پیاده کنم. و برای خودم خیلی باحزه بود که آدم ها یک چیزهایی رو مشخص میکنن که سرمنشه اتفاق این آدم مدام سفر میره، این آدم ارتباطات خوبی با آدم هایی که میتونه برقرار میکنه، کاری رو انجام میده که خوشحالش بکنه و تمامی چیزها پیرو خوشحال کردنش میگذره. هیچ مسئله نیست، هر کسی میتونه در واقع تعریف خودش رو از زندگی داشته باشه. من هم تعریف خودم رو دارم. کارهای پر اهمیت رو اول انجام بدید. یک مسئله که وجود داره، ما تا الان سه تا در واقع این سومین عادتیه که داریم با هم دیگه نگاه می‌کنیم. عادت اول گفتیم شما برنامه نویسین، تو عادت دوم گفتیم برنامه هاتون رو واسه نیکر بنویسین و مسئله سوم اینه که حالا ما می‌خوایم این برنامه‌ریزی رو اجرایی بکنیم. مسئله که وجود داره، اکثر ماها یک سری چیزها رو میدونیم اما میریم تو زندگیمون یه سری کارهای دیگه انجام میدیم، یعنی اولویت‌های زندگیمون رو پیاده سازی نمی‌کنیم. و توی این عادت می‌خوایم این برسیم که چجوری ما نیازه که زندگیمون رو ببریم سمت پیاده سازی اون ارزشایی که توی در حقیقت عادت قبلی گفته شد و برای اون نیاز به دیسیپلین داریم و نیاز به تعهد داریم که این دوتا رو باید در حقیقت اجرایی بکنیم. مرحله اول اینه که تمام نقش هایی که تو زندگیتون دارین رو بنویسین. من در مورد خودم مثال میزنم، من چه نقش هایی دارم؟ من مادرم، من همسرم، من دخترم، من خواهرم، من مثال دارم میزنم مدیر یه جاییم، من هیئت مدیره یه جاییم، من یه مشاوره‌ای دارم انجام میدم و تمام این نقشا رو بنویسید. هر نقشی که تو زندگیتون دارین، توی تک تک این نقش‌ها شما میخواین به یه سری اهدافی دست پیدا بکنین.
باز مثال میزنم، من میخوام رابطم با دخترم رابطه رفاقتی باشه، با هم رفیق باشیم، با هم دوست باشیم، جنس رابطه برام مهمه که من اون مأمن گرم این آدم ها باشم، این هدف من. و در نهایت این اهداف باید تبدیل بشه به یک سری اکشن هایی که من در بازه زمانی کوتاه، میان مدت یا طولانی مدت میخوام بردارم. شاید مراجعه به طولانی مدتش اینجا صحبت نمی‌کنیم، چون شما وقتی که این کار هی تکرار بکنید این خودش تبدیل به یک سری مسیر طولانی مدت ها خودشون میان توی برنامه مشخص. اگر این رو نوشتید میرسیم به مرحله بعدی. نمیدونم ویدیو مربوط به ماتریس آیزنهاور یا در حقیقت اولویت بندی رو دیدین، من خواهش میکنم که اونجا نگاه بکنیم و اون یک منطق و معیاری برای دستبندی و اولویت بندی کارها انجام میده. یک عمودی داره، یک افقی داره، یادم میله‌هایی که در حقیقت توی نمودارها هستن که یکیش بر اساس اهمیت کارهاست، یکی بر اساس ارجنسی یا فوریت کارهاست. ما وقتی که کارهامون رو دستبندی میکنیم توی چهار دسته قرار میگیرن: کارهایی که مهمن اما فوری نیستن، کارهایی که مهمن اما فورین، کارهایی که مهم نیستن اما فوری هم، و کارهایی که مهم نیستن و فوری هم نیستن. اساساً اکثر ماها اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم بخش جدی زندگیمون کجا میگذره؟ کارهایی که مهم نیستن یا فوری هم یا فوری نیستن. اکثر متاسفانه زندگی ماها اونجا میگذره. کار ما چیه؟ اصل کار ما اینه که مسیر و زمانی که داریم میذاریم و سویچ کنیم بیاریم روی کارهایی که مهمن، فورین یا غیر فورین. صورت مسئله چیه؟ کارهای مهم و فوری شما کارهایی هستند که باید انجام بشه و انرژی رو بلافاصله میگیره، زمان رو میگیره و بازی رو تموم میکنه. پس شما باید تا جایی که میتونید کارهای مهم و فوری رو خالی نگه دارید، تمومشون کنید در لحظه و بزنید ذهنتون آزاد بشه. کارهای مهم و غیر فوری اون کارهایی هستن که به ما کمک میکنن مسیر زندگیمون رو بسازیم، سرمایه گذاری های طولانی مدت انجام بدیم، مسائل توسعه‌ای، رشدی و مسائلی که در طولانی مدت تو زندگیمون اثر میذاره توی اونجا قرار میگیرن. و اساساً من اگر بخوام یک توضیح در حقیقت مختصری بدم به شما، من خواهش که از شما دارم توی اون نمودار هم توضیح دادیم بر اساس منطق همینها گفته میشه کارهای غیر مهم و فوری رو دلیگیت کنیم، به بقیه بسپاریم، بذاریم بقیه بهتون کمک کنن. کارهای غیر مهم و غیر فوری رو هم انجام ندید. مثال دارم میزنم، از خودم میام. من قرار نیست امشب نتفلیکس ببینم. من دوستام زنگ میزنم امشب نمیتونم بیام بیرون. اینا کارهای غیر مهم و غیر فوری اکثر. پس زمان بذاریم و راحت بتونین نبگید. و در نهایت قضیه از دسته‌بندی کارها، پس ما مشخص شد کارهامون رو درآوردیم، اینها رو دسته‌بندی کردیم، میرسیم به اینکه خب من اینا رو باید چجوری پیاده بکنم. باز راجع به نحوه پیاده سازی توی جاهای دیگه من مفصل توضیح دادم، اما مثال این کتاب رو میزنم. این میگه شما وقتی نقش هاتون رو درآوردین، اهدافش رو درآوردین، باید توی هفته آینده یک روز مشخصی رو بهش اختصاص بدین و در نهایت برای کارهای تکرار شونده تون برنامه‌ریزی کنین، مثلا ورزش مینه یا هر کاری که انجام میدین، و یک بخشی توی برنامه‌ریزی هفتگیتون برای کارهای برنامه‌ریزی نشده کنار بذارین، چون همیشه بالاخره یک سری اتفاقات هستن که برنامه‌ریزیشون نکردیم. و در نهایت اگر کارهایی وارد کلندر یا برنامه هفتگیتون شدن که برنامه‌ریزی براشون نداشتین، بر اساس اون ماتریس قبلی دوباره اندازه‌گیری بکنین آیا اهمیت دارن، آیا ورود بکنیم، آیا ورود نکنیم. مسئله نهایی که در حقیقت توی این فصل گفته میشه و بسیار مهمه، در مورد ما داریم در مورد اشیا صحبت میکنیم، عادت‌ها صحبت میکنیم. ما در مورد اشیا میخوایم بهره ور باشیم، در مورد چیزها میخوایم بهره ور باشیم، اما در مورد آدم‌ها میخوایم تاثیرگذار یا تأثیر بخش باشیم. ما ارتباطمون با آدم‌ها رو نمیتونیم بر اساس بهره وری اندازه بگیری بکنیم. مثلا شما نمیتونید بگین آقا من اگر با همسرم دچار مشکلم از ساعت 10 تا 10 رو باهاش صحبت میکنم و تمامش میکنم، میرین وارد صحبت میشیم دو ساعت هنوز دارین صحبت میکنین. باید اونجا تاثیر بخشمون رو زیاد بکنیم. بنابراین در مورد بهره وری صحبت نمیکنین. هر چقدر اونجا رو بخوایم بهره ورتر بکنین خرابکاری میکنین، و هر چقدر سرمایه گذاری بکنین روی تاثیر بخشی ارتباط با آدم ها این بسیار مهمتر. در انتهای فصل سوم و عادت سوم، نکته که مهمه این سه تا عادتی که راجع بهشون صحبت کردیم که من یه بار اینجا با شما مرور میکنم: پرواکتیو بودن، این که یه کاری رو شروع میکنیم انتهاش رو دیده باشیم، و در نهایت اولویت بندی درست داشته باشیم.
عادت‌های کسانی هست که اگر اینها رو پیاده سازی بکنن، این آدم‌ها آدم‌های وابسته نیستن. یعنی توی اون لاین بلوغی که صحبت کردیم، دیپندنت، ایندیپندنت و اینتردیپندنت، آدم‌هایی که دیپندنت نیستن این سه تا عادت رو پیاده سازی کردن. توی سه تا عادت بعدی می‌خوایم برسیم به آدم‌هایی که عادت‌های انسان‌های مستقل. عادت چهارم، یه مسئله که به نظرم خیلی مهم و خیلی جذاب اومد، راجع به موقعیت وین وین فکر بکنین. میخواین اگر یک تصمیمی بگیرین، یک کاری بکنین، حتما راجع به موقعیت برنده برنده صحبت بکنین. ما دو تا مایندست داریم. آدم هایی که مایندست ها یا ذهنیت های بسته و خبیث و کوچولو دارن و آدم هایی که ذهنشون بزرگه و ما اسلامشون میگیم دلشون بزرگه. آدم هایی که بستن و یا کوچیک فکر میکنن همیشه دارن رقابت میکنن، همیشه دارن حرفای بیخود میزنن، اون کیکی که اون وسط هست رو به خاطر نوع نگاهشون هی کوچیکتر میکنن، همش میترسن، همش چی میگن؟ استرس دارن، محکم یه چیزی رو چسبیدن، نمیخوان از دست بدن، از ریسک پذیری بیزارن. و آدم هایی که بزرگ فکر میکنن با بقیه کار میکنن، بخشندن، این سیبه رو هی بزرگ میکنن، میدونن که با بزرگ کردن سیبه سهم بیشتری خواهند داشت، مدام در حال تغییرن، ریسک پذیرن و همکاری و همراهی با آدم ها توشون خیلی بزرگه. نمیدونم چجوری، اما شاید هم غلطه این حس من. من احساس میکردم که توی ایران ما خیلی به این سمت بسته، خودم من موفق بشم بقیه رو ولش کن پیش رفتیم. این مبحث کتاب برای من خیلی مهم بود. یعنی چیزی که مهمه اینه که ما همکاری رو بیاریم بالای رقابت. ما میتونیم رقیب باشیم اما همکاری داشته باشیم. موفقیت یک نفر به معنی باختن یک نفر دیگه نیست و ما میتونیم هم همکاری بکنیم و در مسیر با همدیگه بزرگ بشیم و این نیاز به تغییر نوع نگاه ما داره. و هیچ موقع توی این مسیر حرکت نکنید، توی مذاکره، توی صحبت کردن، توی روابط شخصی، کاری یا هر چیزی، اگه من برنده شدم اون باخته. به یک سلوشن و راه حلی فکر بکنین که هم شما توش برنده بشین هم طرف مقابل، و این قابل انجامه. و یک شرط اساسی که توش وجود داره، از سمت خودتون کوتاه نیاین. خیلی وقتا ما می‌خوایم بریم توی موقعیت برنده برنده، یادمون میره خودمون هم هستیم، میمونیم تو رو دروسی خودمون، طرف مقابل نمیدونم چی. یا باید یک دیل برنده برنده باشه یا نباید دیلی صورت بگیره. و این تیکه اتفاقا به نظر من سخت‌تره، چون برای خود من خیلی بارها پیش اومد. حالا برای اینکه توی یه موقعیت قرار گیرم، حالا من این تیکه رو کوتاه میام، ولش کن، چشامو میبندم، بعد خب چشامو میبندم، خب بعد چی میشه؟ بعد میام از در بیرون میگم من اون چیزی که خودم میخواستم نشد، که فقط رفتم سمت طرف مقابل. و یادتون باشه اون بانک ها یا حساب های بانکی عاطفی که راجع بهش صحبت کردیم توی اینجا خیلی خیلی به ما کمک میکنه. اگر وارد فضای ارزم به خدمت شما، فضای کاری هستین، ارتباط بگیریم با آدم ها. من چند روز پیش داشتم به یه دوستی گفتم ببین اینقدر به همه نامه نزن و خوشگو نمیدونم فلان، من باید با آدم ها ارتباط بگیریم، باید با آدم ها اون حساب های بانکی رو پر بکنیم، مسیر عاطفی بین آدم ها، برای اینکه آدم ها میتونن درک درستری از شرایط همدیگه داشته باشن. وقتی به یک مذاکره میرسه، به یک چالش میرسه، اون حساب های بانکی به آدم ها کمک میکنن که به تصمیم بهتری برسه. عادت پنجم عادت بسیار باز مهمیه، از بلوغ آدم ها میاد. اول سعی کنیم بفهمین تا فهمیده بشین. اکثر ماها حرفا رو گوش میدیم، نه برای اینکه بفهمیم، برای اینکه تونتون تو ذهنمون داریم جواب آماده میکنیم، میخوایم عقب نمونیم، طرف مقابل رو بکنیم و اصلا گوش نمیدیم که طرف چی داره میگه. و این یکی از بزرگترین مسائل آدم ها توی اثر بخشی رابطهشون با بقیه است. بنابراین اگر در حقیقت دارین گوش میدین، مطمئن باشین که دارین گوش میدین، دنبال متقاعد کردن طرف مقابل نیستین. سوالهای درستی بپرسین برای اینکه درک درستی داشته باشه. این که نشون دادن این که به آدم ها داریم حرفشون گوش میدین، اصلا یک سری تکنیک های مشخص داره. مثال آقا ساکت باشین، اولا بادی لنگویجتون نشون بده دارین فکر میکنین، ساکت باشین، حرفی که زده تکرار بکنین، سعی کنین سوال های درستی بپرسین که مطلب اون باز بشه.
و هی این رو مرور بکنیم و با احترام به فضای طرف مقابل یک آرامش خاصی رو برقرار بکنیم که آره من سراپا گوشم و کاملا درکم تو فضای تو و آروم باشین، هیچ عجله برای پاسخ دادن به طرف مقابل نداشته باشین. و در نهایت اگر نتونین درست گوش بدین و درک درستی از آدم ها پیدا نکنین، اون رابطه اثر بخش با آدم ها خیلی سخته. پس ما نیاز داریم که اول آدم ها رو بفهمیم، اول باید گوش بدیم، اول باید بفهمیم، بعد پاسخ بدیم و بعد در نهایت بخوایم اونا گوش بدن و اونا ما رو بفهمن. پس مسیر دوباره درسته، یعنی یکی از عادت های درست ارتباط بخشی مؤثر توی در حقیقت با آدم ها اینه. عادت ششم دارم فهم کنم فارسیش میشه، سینرژی یا ارتباط موفق بین آدم ها رو همه میشناسیم. حالا بحث اینجاست که ما چجوری میتونیم این سینرژی رو بین توی روابطمون و بین آدم ها برقرار بکنیم. مثالی میزنه، فرض کنید یه پنجره توی محیط کار بازه، من هی میرم این پنجره رو میبندم، هی همکارم میره این پنجره رو باز میکنه، دوباره من میرم میبندم، دوباره میاد باز میکنه، دوباره من. خب بعد یه جای آدم با خودش فهم کنه، میگه یا باید این پنجره بسته باشه یا باید باز باشه. این یه صورت مثلا هست. یه مدل دیگه من اینجوری اصلا ولش کنم، من دیگه اصلا نمیرم، من اصلا میرم اتاقم عوض میکنم. این مدل اینه که من از خودم میگذرم. یه موقع هم اینه که میتونم برم با همکارم صحبت کنم، بگم ببین راستی اینجا پنجره که میبندیم اصلا هوا خفه میشه، من احساس خفگی بهم دست میده، فضا گرفته است، من دارم اذیت میشم، به نظر چی کار میتونیم بکنیم؟ حالا اون بنده خدا ممکن توضیح ببینیم پنجره رو که با میکنیم کاغذه روی میز منو هی باد میزنه میبره، که بعد اون موقع وقتی که ما در مورد سینرژی رابطه مشترک صحبت میکنیم معمولا راه حل های سوم به وجود میاد که از راه حل نفر اول نفر دوم بهتر. اونجا مثلا ممکن یه راه حل یا زمرسه یا پنجره رو کوچیک‌تر باز بکنیم یا یه چیزی روی میزا بذاریم، بالاخره یک سولوشنه که طرفین باهاش خوشحال باشن و احساس نکنن از خواسته خودشون گذشتن. و باز اینجا حساب های بانکی عاطفی بین آدم ها مهمه. شما نمیتونید با یه آدمی صبح و شب زد و خورد کنید اونم از شما متنفر باشه، وارد یک گفتگوی مناسب در حقیقت عاقلانه و بالغانه و راحت بین طرفین بشین، چون یک سری بک‌گراند های ذهنی وجود داره، پس حواسمون باشه. و در نهایت چیزی که مهمه توی ارتباط برقرار کردن با آدم ها، بچه ها برمیگردن به الگوها و مدل های ذهنی. آدم ها الگوهای ذهنی مختلفی دارن و این هیچ ایرادی نداره و این رو به عنوان یک فرصت ببینید. به آدم ها فرصت بدین اون چیزی که خودشون هستن و اون درکی که از شرایط دارن رو به شما بگن و اون درکی که اونها دارن قطعا به رشد شما کمک خواهد کرد. یه زاویه دید جدیده. خیلی وقتا ما هی میخوایم اون رو محدود بکنیم که حرف خودمون رو به کرسی بنشونیم. این غلطه. اجازه بدین آدم ها آزاد باشن، اجازه بدین آدم ها حرفشون رو بزنن و شما در کنارش بشنوین، نوع نگاه رو بشنوین، شاید چهار تا چیز شما یاد گرفتین و اصلا شاید اینا ترکیب کننده هم دیگه باشن. نوع نگاه مختلف به یک مسئله مشابه به معنای این نیست که یکیش درست یکیش غلطه، ممکنه همشون درست باشه و از زوایای مختلفی باشه. و در نهایت سه تا عادتی که الان راجع بهشون صحبت کردیم که در حقیقت عادت وین وین فکر بکنین، اول درک بکنین و بعد بخواین درک بشین و در نهایت سینرژایز بشین یا تو سینرژی کار بکنین، عادت انسان‌های مستقل. این آدم ها اینها رو پیاده سازی کردن و آدم های مستقل اون موقع به خاطر این مهارت هاشون میتونن با بقیه ارتباط بهتری برقرار کنن. و در نهایت عادت سومی که وجود داره، میگم سوم ببخشید، عادت هفتمی که وجود داره، ما توی کتاب پنج صبحی هم بهش اشاره کردیم. میگه هر کدوم از ماها یه شمشیری تو زندگیمون داریم، مهمترین نکته این شمشیر اینه که این شمشیر باید تیز بمونه. این شمشیره یعنی چی باید تیز بمونه؟ یعنی من باید حال خوب و وضعیت خوب ذهنی و وجودی خودم رو بتونم حفظ بکنم. من باید بتونم یک سری رفتارهای درست که توی اولا 6 مرحله در واقع 6 عادت قبلی بود رو باید بتونم مداما تکرار بکنم و برای اینکه بتونم اون 6 تا در واقع عادت رو مداما در خودم بهینه بکنم و تکرار بکنم، نیاز دارم که این شمشیر خودم یا وجود خودم رو سر پا نگه دارم. این از مسیر فیزیکی میگذره، ذهنی میگذره، عاطفی میگذره، سوشال میگذره و حالا اسپریچوال یا روحانی میگذره و همه اینها نیاز دارم مداما بهتر بشن. خب مسیر فیزیکی و حالا مثالاش اونجا هم زدیم، مسیر فیزیکی مشخصه، ورزشی، مسیر ذهنی مشخصه، آقا
تراپی یا حالا هر مدل که به ما کمک میکنه، مسیر چه میدونم سوشال مشخصه توی ارتباطمون با آدما، اما هر چیزی که ما رو خوشحال میکنه و کمک میکنه این ستونهای اصلی زندگی ما، ستونهای سرپایی بمونن، باید اجرایی بشه و باید شما تعهد و دیسیپلین اجرای اونها رو داشته باشید. در نهایت یه جنبندی که من روی 7 در حقیقت عادت انسان‌های موفق با شما بکنم، من خواهشی که ازتون دارم انتهای در حقیقت این صحبت برای من و بقیه بنویسین توی هر کدوم از این عادت‌ها چه تجربه داشتیم. و باز تاکید می‌کنم این یکی از تمرین‌های خود کتاب هست به خاطر اینکه با اسمش موندگار میشه. عادت اول، پرواکتیو باشین و دستتون بگیرین در حقیقت فضا رو. عادت دوم، زندگی که میخواییم بکنین رو ببینین، جوری شروع بکنین که انتهاش رو دیده باشین. عادت سوم، مهمها رو اولویت بدین به جای فوریها، چیزهایی که مهمن رو به جای فوریها اولویت بدین و کارهای درست رو اول انجام بدین. عادت چهارم، به دنبال وین وین باشین، به دنبال موفقیت متقابل باشین. عادت پنجم، اول گوش بدین و بفهمین و بعد سعی کنین فهمیده بشین. عادت ششم، با همدیگه همکاری کنین و سینرژی ایجاد بکنین که موقعیت‌ها و فرصت‌های جدیدی برای شما به وجود بیاد. و در نهایت عادت هفتم که عادت انسان‌های اینتردیپندنته که هم وجود داخلیشون به همدیگه در حقیقت به خودشون ارتباط خوبی برقرار کردن، هم با آدم‌های دیگه میتونن ارتباط خوبی داشته باشن و که میگه سلف رینیوال یا خود بازسازی خودتون رو تمرین بکنید. در مورد هر کدوم از اینا هر چی که داشتین لطفاً بنویسین. خیلی ممنونم، مرسی که گوش دادین، امیدوارم مثل همیشه موفق و معید بشین. خدا نگهدار.